من میخوام از محضرتون استفاده کنم و این رو این یکی دو جمله پایانی رو به عنوان یکی دو معیار شاخص و روشن به حالا بچه هایی که دوست دارن تو این راه برن، دختر و پسر و زن و مرد، این رو تصریحا از زبان جناب عالی بشنویم که یک معیار پس همین که اشاره کردید بی صداییه، یعنی هر کی را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن، صدا از طبل توخالی در میاد. این رو از زبان شما بشنویم لطفاً، یکی دو معیار برای این که هم زود فریفته نشیم و هم این که به حال بحث دل استاد میدونین، یعنی به حال من آتشی دارم که قرار را برم جامی رو پیدا کنم و جرعه‌ای بنوشم، مبادا هر جامی که پیدا کردم و دیدم به این شکل شمایله فکر کنم زلال آبه. بله. یکی دو معیار رو میخوام بشنم. بله بله. یه دقیقه باقی مانده که بله چشم. من دیشبم این مثال آب رو زدم خدمتتون، گفتم آدم تشنه میشه. بله. خب البته بنده چشم اینو میگم، اما اینا تیتر باشه چون شروع درد دل من زیاد دارم. شما انشالله یه شبم برنامه که داشتیم اجمالا فقط به این جوانان عرض میکنم شما فطرت های پاک دارید، عشق به کمال دارید، اما به عنوان عرفان دام ها برای شما گسترده شده. شخصی که حتی مختصری از علوم غریبه با خبره یک کارای نشون میده، دلبری میکنه، اما با خودش حرف زدن گفت من اصلا عربی بلد نیستم. بالاخره آقا عرفای ما ملا بودن، شما نگاه کنید ببینید عرفای ما کتابی که نوشتن تماما با سواد بودن، وحی نازل نمیشده، اول باید آدم سواد داشته باشه، چون عرفان اسلامی، عرفان سرخ پوستی نمیدونم طریقت زن و نمیدونم اینا چی نیست که آقای یا خانمی که دم از عرفان اسلامی میزنی و شاگرد جمع کردی تو اصلا روخوری قرآن بلد نیستی. این جوانان من بدانن که نه دام بیشترش عرفان به این سادگی نیست، استاد میخواد، استاد سالم میخواد، و اگر چنون که دیدین حتی چند تا کار عجیبم نشون داد اینا از شما دلبری نکند. توجهت عاشق رجب علی شاگرد داشته، در طرق دیگه کار میکرده، میگه از دیوار اومد خونه ای من، از بدون در اومد، چیز داشتم مینوشتم از دستم گرفت قلم و گفتم باید بیه به طریق اهل بیت، این کارات از من دلبری نمیکنه. اینجوری هم تمام بله. تمام این روشن، این خیلی رسا بود. بله خیلی رسا بود. بله بله الله اکبر. خیلی رسا.